سلام بر مشتاقان و همراهان سفر به حج و آرزومندان اضافه کننده لقب حاجی برنامه شد. به گفتارهای قبل پیرامون شناختن مقصد ادامه میدهم. با دیدن عکس و شرحشان تغییرهای بنیادی شهر مکه را بهتر بشناسید عکس یک برای یادآوری این عکس را دوباره ببینید این عکس طرح نقشه تغییرهای نوین نقاشی شده توسط مهندسین خارجی را نشان میدهد مسجد الحرام وسط سحنش کعبه را در بر گرفته یک قرن پیش بنا بر پیش بینی برنامه ریزان آن زمان در میان کوه مساحت مسجد به این شکل و اندازه مناسب تشخیص داده شد عکس دو توسعه ها را ساختند و به مدت چند دهه به همین شکل باقی ماند در خیال طرح کنندگان آن دوران توسعه بیشتری نمی گنجید به علت وسایل نقلیه و دشواری سفر به عربستان کسی تصور نمی کرد این مسجد مقدس تا مدت درازی به توسعه دیگری نیاز داشته باشد عکس سه مقام های مقدس به جای خود باقی ماندند مقام در عربی معنی اقامتگاه می دهد برای مقدس ساختن جایی که شخصیت دینی در آن اقامت کرده ساختن بر آن بنایی و با گذشت زمان و تکرار افسانه ها مقدسش کرده اند یکی از این مقام ها در شمال افغانستان قرار دارد و آن را به اقامتگاه امام علی نسبت دادند امام اول شیعیان دورتر از کوفه به مشرق زمین هرگز پا نگذاشت با این حال مردم پایبند معتقداتشان محت... هستند حقیقت و واقع بینی در این بیشعوری جایی ندارد عکس چهار شلوغی و افزایش جمعیت در اطراف کعبه به اندازه رسید که گسترش مسجد الحرام را ضروری می ساخت. این عکس و تعداد حجاج هنگام تواف را به یاد بسپارید تواف معنیش چرخیدن است همانطور که در فارسی میگوییم دورت بگردم مقابلش در عربی اطوف حوالیک می باشد که فعل تواف یعنی چرخیدن یا دور زدن را می رساند. عکس پنج در این عکس نمازگزاران حلق زده اطراف کعبه دیده می شوند. مقام های مقدس هنوز برپا بودند. ساختمان مقام ها موجب برهم زدن تنظیم صف گرد،, گرد, شکل نمازگزاران و دیگر مراسم مانند تواف می شود. این یکی از علل منهدم کردن آنهاست عکس شیش این عکس قدیمتر و از سوی دیگر گرفته شده یک روز معمولی در مسجد الحرام را نشان میدهد در سمت چپ عکس سرپوش و یا سقف ساخته شده بر چاه زمزم را میبینید حد اکثر شلوغی و افزایش جمعیت در روزهای برگزاری مراسم حج اتفاق میافتد. این همان روزهایی است که میباید باید جمعیت در یک روز در مسجد الحرام جمع شود. عکس هفت این عکس ده سال پیش از بام مسجد الحرام گرفته شده. هنگام نماز مغرب و عشا در روزهای حج که شبه است و گرمی هوا قابل تحمل. همه حجاج برای انجام این واجب نماز در مسجد الحرام جمع می شوند نه فقط سه بلکه همه مساحت های ساختمان و رواق مسجد در چهار طبقه پر از نمازگذار است دیر رسیدن موجب نیافتن جا برای نمازگذار می شود عکس هشت این عکس نمازگذاران شب را نشان می دهد که به علت خونکی هوا اغلب در مسجد الحرام نماز برمی گذارند در سمت چپ عکس نمازگزاران را در خارج از مسجد الحرام میبینید این توسعه ها از سال 1970 آغاز شده و تا حال ادامه دارد بالا رفتن نرخ نفت موجب شد که تعداد حجاج افزایش یابند به خصوص از کشورهای نفتخیزی مانند ایران و عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس و یمن در قرآن درباره حج یک شرط هست و آن را بر مسلمانان متمکن واجب نموده است این تمکن با افزایش درآمدها به تعداد بسیاری افزایش یافت اکنون از داخل و خارج از عربستان نزدیک به سه میلیون شخص سالانه به حج می روند. عکس نه شلوغی مسجد الحرام را میبینید تعداد نمازگذاران در این عکس نیمی از حجاج را نشان میدهد بقیه هنوز در مدینه هستند به مکه نرسیدند یا به در مسجد الحرام نماز نمیخوانند بزرگترین جمعیت در بامداد عید قربان در مسجد جمع شده و همه حجا در یک وقت نماز صبح عید میخوانند به سختی در آن روز میتوان جای کافی را برای نماز به دست آورد تعداد نمازگذاران امسال به بیش از سه میلیون نفر رسید حجاج ایرانی با بیشترین تعداد 750 هزار تن بودند عکس ده این عکس مساحت بیشتر از مسجد الحرام و اطرافش را نشان میدهد ملاحظه فرمایید همه مساحت های اطراف مسجد به جای نماز مبدل شدند با فرش کردن سنگ های دورنگ بر روی زمین سمت قبله را به نمازگزاران نشان دادن از چهل سال پیش و تا کنون هر ملاک و یا سرمایه داری که خواهان ساخت هتل در اطراف مسجد الحرام است پروانه ساختمانش با صلاحیت فقط ده سال صادر می شود این ساختمان ها همواره منهدم می شوند مساحتشان در آغاز به, زمین نماز مبدل می شود بعدن در چند طبقه چون بخشی به مسجد الحرام زمین می شود بزرگ کردن مسجد الحرام هرگز متوقف نشده و هنوز ادامه دارد برای برنامه توسعه هرگز پایانی در نظر نگرفتند برنامه, برنامه های وسیعی تر شده و همواره با تجدید نظر در حال اجرا می باشند اهمیت این پروژه ها به علت درآمد سرشار این مراسم است که پس از نفت دومین می باشد عکس 11 در این عکس منظره دیگری از شلوغی و جمعیت نمازگزار را می‌بینید. ملاحظه فرمایید، همه زمین‌هایی که از خراب کردن ساختمان‌ها به, به مساحت مسجد اضافه شده‌اند پر از جمعیت است. در سمت راست یکی از پل‌ها را می‌بینید. وارد شدگان به مسجد را به طبقه‌های بالا می‌برد. در قسمت بالای سمت راست، ساختمان‌هایی دیده می‌شوند که بر بالای کوه قرار دادن، دارند. لطفا خوب به این ساختمان ها نگاه کنید. عکس دوازده در این عکس بر دو قسمت خط رنگی کشیده شده. خط سبز صفا و مروه را نشان می دهد. شرح این بخش در گفتار انجام مراسم حج خواهد آمد. میان رنگ زرد کاخها و خانه های سلطنتی را می بینید. شاهزاده سعودی و مهمانهایشان هنگام مراسم حج و عمره در آن اقامت می کنند معمولا پادشاه و شاهزاده و مهمانهایشان در سالن بزرگی که شیشه های بزرگش مسجد را به خوبی نشان می نماز عید قربان را در آنجا به جا می آورند برای رسیدن به این کاخ راه مخصوص ساختند که بالای کوه را به خیابانهای اطراف وصل می کند همه مساحتهای اطراف مسجد الحرام برای اضافه شدن به آن مورد استفاده قرار گرفتند بجز این کوه که از طرفی مرتفع و از طرف دیگر اقامتگاه خانواده سلطنتی است همانند این کاخ در همه اقامتگاه های حد چنین ساختمان هایی برای خانواده سلطنتی و نشان از شخصیت های مهم خارجی ساخته شده است عکس 13 این عکس از فضا برداشته شده به قسمت دست چپ عکس دقت فرمایید کوه کاخ سلطنتی و راه رسیدن به آن واضح است ارتفاع بسیار آن را ملاحظه بفرمایید مساحت های زمین های نمازگذاری اطراف مسجد هم دیده می شود عکس چهارده همان عکس قبلی است قسمت های خط رنگی اطرافشان کشیده شده کعبه که در وسط سحن مسجد الحرام قرار داده دارد در اطرافش خط آبی کشیده شده صفا و مروه با خط سرخ مشخص است زمین نمازگذاری حاصل خراب کردن ساختمان های اطراف مسجد با خط زرد با خط زرد رنگ مشخص شده این مساحت زمین نماز گذاری در ده سال پیش بود اکنون افزون گشته و در عکس بعد خواهید دید اقامتگاه سلطنتی با دو رنگ سرخ و سبز مشخص گشتند عکس 15 عکس دیگری از شلوغی هنگام نمازگذاری در بخش راست بالا نمای اقامتگاه سلطنتی را میبینید که از پشت شیشه هایش به خوبی و در آرامش دور از شلوغی میتوانند مسجد الحرام را دیده و نماز برگزارند بخش های از زمین های اضافه شده به مساحت مسجد در این عکس دیده میشوند عکس 16 در این عکس اقامتگاه سلطنتی با رنگ زرد و صفا و مروه با رنگ سبز مشخص شدهاند. عکس 17 جمعیت انبوه نمازگذار درون و برون مسجد الحرام را پر کردن جا دادن به این همه انسان برای انجام واجبهای دینی در مدتی کوتاه نقل و انتقال و تهیه همه وسایل زندگیشان در یک جا کار ساده و آسانی نیست همیشه یکی از شاهزادگان ریاست اداره حج را بر عهده داشته با گذشت زمان و افزودن تجربه این مراسم حج را اداره می کنند با این کاردانی و پیشگیری بسیار بحران ناگهانی این مراسم را در سالهای خراب و خونین کرده است عکس 18 این همان عکس قبلی است که صفا و مروه با رنگ سبز زمین های اضافه شده به حرم مکه یا مسجد الحرام با رنگ زرد مشخص شده است. عکس 19 مکه اگر مهمترین شهر دنیا نباشد حتما یکی از مهمترین شهرهای دنیا است این اهمیت به علت مقدس بودنش از سوی یک میلیارد و نیم مسلمان است مسلمانان برای رفتن به این شهر و ادای مراسم حج مشقت این سفر را تحمل و به آن افتخار می کنند این عکس از بالاترین نقطه ساختمان این شهر یعنی برج ساعت برداشته شده همه مسجد الحرام و اطرافش در یک جا دیده می شوند و تصوری کامل از مقصد کاروانمان را می بینید عکس 20 برج ساعت مکه پس از چهار سال طرح و ساخت نه سال پیش به کار افتاد بزرگترین ساعت دنیا از فلزهایی با آلیاژ مخصوص ساخته شد که 300 سال عمر کند وزنش 36 هزار تن است چهار صفحه هر یک به قطر 43 متر وقت دقیق را نشان میدهند این ساعت بالا رفت و ارتفاع برج به 607 متر رسید با روشنایی چراغهای مخصوصی که برای آن ترخ کرده اند از هشت کیلومتری ساعت دیده می شود از آن چون مناره هم استفاده می شود بلندگوهای بالای برج از آن نماز مسجد الحرام را پخش می کنند صدای از آن به هفت کیلومتری می رسد این ساعت بر برجی که هتل است و ساختمانهای بلند اطرافش هم هتل هستند توسط چند شرکت آلمانی طرح و ساخته شدند. ارتفاع ساختمان بتونی زیر ساعت 450 متر است. برج آهنی که بر آن اضافه شد 150 متر ارتفاع و 120 هزار تن وزن دارد. یکی از دشوارترین کارهای ساختمانی نوین است. تن متخصص خارجی قطعات فلزی این برج را که برخی از آن 18 تن وزن داشت با دقت میلیمتری ساخته و به این ارتفاع بالا بردند نمایی بنا کردند که بر ساختمان نت و در برابر طوفان باد و شن مقاومت و برای همیشه بماند این ساعت برای تأسیس وقت اسلامی بنا شد در مقایسه با ساعت معروف بیگ بن صفحه 35 بار بزرگتر می باشد ارتفاع ساعت بیگ بن 93 متر و وزنش 13 تن است از سال گذشته و تا سال 2020 بیگ بن برای تعمیر از کار ایستاده ساخت و نصب به اداره چنین دستگاهی که می باید معتبر باشد آسان نیست یک سازمان تأسیس شد که مراقبت از دقت کار این ساعت در مکه را به عهده دارد در گفتار شهر مدینه گفتم بنابر توصیه پیامبر و آنچه در قرآن آمده نباید غیر مسلمانان به این شهر نزدیک شوند خارجیان با تلفظ عبارت شهادت مسلمانان را شناخته مسلمان شناخته شده و به شهر و همچنین داخل مسجد حرام رفته و کار خود را می انجامند چون با برنامه های دقیق و محدودیت وقت کار می کنند ساخت پروژه ها سریع انجام می گیرند هر گونه مشکل قبل از وقوع با همکاری همه دستگاه ها خونسا می شوند عکس 21 برج ساعت از نزدیک عکسبرداری شده از پنجره های آن همه شهر مکه دیده می شوند اتاق هتل این برج و برج های اطراف در مراسم حج به حجاج ثروتمند که خواهان انجام مراسم حج با بهره گیری از آسایش پنج ستاره هستند با مبلغ های چندین هزار دلار در شب کرایه داده می شوند در روزهای دیگر که حجاجی سوی مکه نمی روند کرایه اتاق بسیار ارزان تر از هتل های مشابه در غرب است همراهان کاروان تلویزیون مردم با پرداخت چندرغاز و عدم حمایت نباید انتظار داشته باشند که اقامت ما در این هتل باشد عکس 22 برج ساعت و محیط اطرافش را می بینید این عکس را با ان عکس نخستین مقایسه کنید این یک نمونه از تغییر انسان و پیشرفتش می باشد که هرگز متوقف نمی شود که هیچ نیروی نمی تواند تغییر انسان را ایست کند کندیش ممکن است اما هرگز نخواهد ایستاد این حقیقت را حکمرانان درک نکردند که این تغییرها همراه با تغییر اندیشه و روش و معیارها صورت می گیرد همه زورگویان می خواهند انسان تغییر یافته امروز و دیگر شده فردا را بنابر روش های گذشته زیر دست نگه دارند عکس 23 این عکس مراسم تواف یعنی چرخش در اطراف کعبه را با سرعت کم نشان می دهند. با عکسی که از 50 سال پیش نشان داده شد مقایسه و به اندیشی چگونه این همه مسلمان رفته به مکه می توانند در روز عید آخرین تواف را در اطراف کعبه انجام دهند بدون اینکه مشکلی پیدا شود شرحش موکول به گفتارهای آینده عکس 24 برای حل مشکل های حج که اغلب به علت افزایش تعداد حجاج پدید می آید و برای آسانتر کردن این مراسم برنامه ریزی و طرح نقشه ها متوقف نشده یک شرکت آلمانی طرح ساخت راه روهایی را پیشنهاد کرد که حلقوار در اطراف کعبه ساخته شود این اضافه در خارج تهیه و در مدت کوتاهی سوار می شود یک دانشجوی عربستانی پیشنهاد کرد این راهروها با شیب ساخته شود حجاج از بالا به پایین آمده و در طبقه های پایین به زمین برسند طرح دیگری سقف متحرک را پیشنهاد کرده که همه مسجد حرام را در روز بپوشاند این طرحها اینقدر بنیادی شده که خراب کردن همه مسجد و ساخت یک مسجد بسیار بزرگ جدید نیز پیشنهاد و مورد مطالعه است امیدوارم بینندگان ارجمند با این گفتارها از جغرافیا و اوضاع مقصد سفر حج ما مطلع شده باشند بدانند کجا میروند چگونه جایی است این آمادگی ریشه کاروان حج تلویزیون مردم می باشد هیچ کدام از حجاج این امور را نمیدانند. با ندانستن به حج می روند و باز می گردند ایران تنها کشوری است که به حجاج مراسم دینی حج را می آموزش می دهد اما درباره تاریخ و پیشرفت و چگونگی آن و جایی که می چیزی یادشان نمی دهد اگر شما از آنان هستید که میپرسید این گفتارها به چه درد میخورد بدانید که تهیه کننده این گفتارها یک بیمار مبتلا به چه چه است قبل از مسافرت به هر جایی درباره آن مطالعه می کند نقش شهر و کشور را تهیه و هنگام مسافرت با دیدن و شنیدن به تجربه اطلاعات خود می افضاید. با آمیختن با مردم مقصد چند عبارت لطیف از زبان خارجی را فرا میگیرد. سفر بدون شناخت مقصد و اوضاع و احوالش و تنها برای خرید و بازگشت بدون آموختن و فقط برای پز دادن تجربه‌ای به بار نمی‌آورد و بر مغز خارج از توان انسان شعوری نمی‌افزاید شادی و تندرستی شما آرزویم است خوش باشید